سلام، من داریوش محجوبی هستم و این قسمت اولین قسمت برنامه اجرایی کسب و کار. برنامه اجرایی کسب و کار برای نوآفرینی نیست. تو قسمت قبلی ما چند تا مسئله رو تو بررسی کردیم که به اینجا رسیدیم. اولین قسمت که بررسی کردیم مسئله رنسانس نو بود. در رنسانس نو دو تا مسئله رو ما گفتیم. یکی اینه که ساختار نگرش تازه در تشکیل میشه. و دوم این که ساختار نگرش تازه بر مبنای مدل ها و رابطه بین مدل ها استوار. در قسمت دوم من مسئله مدل های مفهومی به صورت خلاصه بررسی کردم. قسمت بعدی در مورد مدل برنامه رسمی کسب و کار بود یا فرمال بزنس پلن بود. با بررسی مدلی من اینو نشون دادم که این ساختار خطیه و نقطه ضعف کلیدیش اینه که بر پیش بینی دقیق فروش استواره برای تهیه برنامه های مالی برای مبنا. و گفتیم که این کار به شدت مشکله اگه غیر ممکن نباشه. از اون قضیه هم گفتیم که برنامه رسمی کار و کسب و کار ابزار ارتباطی به شدت قویه. حالا میخوایم برسیم قسمت بعدی داستان و برنامه اجرایی کسب و کار رو شروع کنیم. بگیم حالا اگر اون ایراد داره اینو از کجا باید شروع کرد. اینه که اولین قسمتش اینه که ما با مدل ها کار میکنیم. میبینید که کاربرد مدل هایی که قبلا گفتیم به خصوص مدل های ارتباطی رو در این قسمت بهتر متوجه میشید. میگیم برنامه رسمی کسب و کار بر یک مدلی مستواره که سه تا متغیر داره. سه تا بخش داره. متغیرها، ساختارها و ناشناخته‌ها. وقتی می‌خوایم یه کار تازه رو شروع کنیم، به تعداد خیلی خیلی زیادی فاکتور رو روی این فاکتور ها 5 تا باشه، 10 تا باشه، 50 تا باشه، واسه از اون ناشناخته هم هست. خب چه کار باید این تعداد فاکتور رو کرد؟ میام طبقه بندیش رو می‌کنیم. ساده‌ترین راه. می‌گیم یک متغیرها، فاکتورهایی است که ما می‌شناسیم و حق انتخاب داریم. مثلا شما که کار تازه رو شروع کنید، می‌تونید به این نتیجه برسید که حالا تو این فصل شروع بشه یا تو فصل بعد شروع بشه، یعنی متغیر زمان رو با باهاش برخورد میکنید، انتخاب میکنید، این محل باشه یا اون محل باشه، این آدم باشه یا اون آدم باشه، از این محل سرمایه تامین بشه یا از اون محل، اینا همش متغیرهایی است با حق انتخاب. قسمت بعدی ساختار است. ساختارها عامل هایی هستند که ما میشناسیمشون ولی حق انتخاب نداریم یا حق انتخاب محدودی داریم. مثلا انتخاب یه محل ممکنه که متغیر باشه، یعنی ما تو انتخاب کنیم، ولی وقتی انتخابش کردیم وضع هوا قابل انتخاب نیست. به این ترتیب وضعیت هوا یه نوع ساختار و عامل و فاکتورهای سوم ناشناخته ها. ما هر بار کار رو بخوایم انجام بدیم همیشه شامل یه سری ناشناخته هاست. به این ترتیب برای کار برنامه اجرای کسب و کار اول خلاصه کنم دوباره اینی که میایم فاکتورها یا عامل ها رو میشناسیم و این عامل ها رو از هم طبقه بندی میکنیم. میگیم یه متغیر را میشناسیم و حق انتخاب داریم. دوم ساختار را میشناسیم و حق انتخاب نداریم. و سوم اصلا نمیشناسیم، یعنی ناشناخته ها. این سه طبقه که ما انجام دادیم به واقع از هم خیلی جدا نیستند، بلکه هم پوشانی دارند. یعنی ما میتونیم اگر که ساختارهایی رو بهتر بشناسیم تبدیلش کنیم به متغیر، ازش انتخاب کنیم، یا اگر دقیق باشیم در ناشناخته ها میتونیم بعضیشون رو تبدیل کنیم به ساختار، یا حتی بعضیشون رو ممکنه تبدیل کنیم به متغیر. این طبقه بندی رو باید خیلی دقیق خودتون باش برخورد کنید که ببینید این فاکتور رو این عامل ها رو چه شکلی باید با هم طبقه بندی کنید، کدوم کجا قرار میگیره. ممکن برای یه پروژه متغیر باشه، در متغیر یه پروژه دیگه ساختار باشه. ممکنه برای یه نفر یه چیزی متغیر باشه، برای یه نفر دیگه ساختار باشه، یعنی برای یه نفر بتونه تغییرش بده، یکی نتونه تغییرش بده. ولی اولین کاری که ما برای برنامه اجرای کسب و کار باید بکنیم لیست کردن متغیرها، فاکتورها یا عامل هاست و بعد به این ترتیب. قسمت بعدی ما میام و برای قسمت نوآفرینی متغیرامون رو طبقه بندی میکنیم. متغیرها عامل هایی که میشناسیم و حق انتخاب داریم، حد انتخاب نسبی داریم. اولین قسمتش نوآوری است که در بعد دانش انجام میشه. چه نوآوری هایی رو ما میتونیم انتخاب بکنیم و چه شکلی ازشون کار بکشیم، چه شکلی به کار بگیریمشون. در این دوم روندهای رشد در بعد زمان اتفاق میفته و اینه که ما چه شکلی میخوایم رشد کنیم. حدس میزنیم کن میریم، تون میریم، سریع میریم و عواقبه چی. و نکته بعدی و یا به واقع متغیر بعدی سرمایه مالیه. از کجا میخوایم پول درمین کنیم؟ پول رو میخوایم خود بر مبنای امکاناتمون شخصمون اجرا سرمایه گذاری کنیم، میخوایم بریم از بانک بگیریم، میخوایم بریم از سرمایه گذار بگیریم، میخوایم از دولت بگیریم، کی میخوایم بگیریم؟
متغیرهایی هست و این سه تا فاکتور با هم متغیر و مرتبط هستن. میتونیم اینها رو در سه بود نشون بدیم، به سه بود نسبی که متغیرها هر کدومشون در یه بودن. و من چیزی که از شما میخوام اینه که اینها رو به صورت یه سه پایه در نظر بگیرید و بچرخونه نشون، به صورت ساعت در نظر نگیرید و در این حال در نظر بگیرید که اینها از هر کدومش میتونید شروع کنید و بعدی برسید. و مسئله کلیدی در اینها ارتباط منسجم بین اینهاست. یعنی اگر شما این نوبایی رو انتخاب کردید، توضیحات شما در بخش بعدی میدم، و بعد بر مبنای این نوآوری در این شرایط فکر کردید که این مقدار روش میکنید، حالا برمیگردیم و متوجه شیم که این مقدار سرمایه لازم. حالا سوال خواهد اینه که این سوال شما این مقدار سرمایه رو شما دارید یا ندارید، یا میتونید تامین کنید یا نمیتونید تامین کنید. حالا اگه سرمایه نداریم، برمیگردیم از نو شروع میکنیم، نوآوری رو تغییر میدیم، روندهای روش رو تغییر میدیم، آیا برمیگرده برنمیگرده. این قضیه باید اینقدر تکرار بشه که اینها به صورت منسجم در میاد، باید بر هم با هم در هم بتنند، تنیده بشن. اینجوری نیست که مثل برنامه رسمی کسب و کار یه سری برنامه رو هم توشون حساب کنیم، آخر کار یه برنامه مالی از توش در بیاریم، اگه نشود بیان برنامه فروش رو عوض بکنیم. اینها باید به طور واقعی در هم تنیده بشن و ببینیم رابطه هاشون با هم چیه، مدل مفهومی به ما کمک کنه در این رابطه. و بازم ازتون خواهش میکنم که اینو به صورت سه بعدی ببینید، نه به صورت مسطح. این بخش متغیرها بود در برای نوآفرینی. میرسیم به قسمت بعدی، ساختارها. ساختارها اون بخشی از نوآفرینی هستن که ما میشناسیمشون ولی هر انتخاب نداریم. اولین کاری که من انجام دادم، مادام توی این لیستا در 6 گروه 5 گروه طبقه بندی کردم. ممکنه شما به صورت دیگه طبقه بندی کنید. مسئله اساسی یادتون باشه که مدل ها همه نادرست هستن، کاربردشون مطرحه، سودمندیشون مطرحه، نه درست بودنشون. اینج این از این قاعده، این مدل ها هم که طبقه بندی هم یک نوع مدل، از این قاعده مستثنا نیست. من مدام اول طبقه بندی کردم ساختارهای محلی و مکان جغرافیایی. در اون مکان جغرافیایی که شما انتخاب میکنید، چه ساختارهای جغرافیایی حاکمه، وضع هوا چجوره، وضع زمین چجوره، چه میتونید تغییرش بدید یا باید عوضش کنید. دوم ساختار اداری و منطقه‌ای. در این ساختار که شما انتخاب کردید، مثلا این ساختار اداری حاکمه، اگر در تهران هستید توی این منطقه، من میتونم برای فرض کنم یه خونه تازه به عنوان مثال، این روابط حاکمه. اگه برید مثلا یه شهر دیگه، روابط ممکنه عوض بشه. مسئله بعد ساختار اجتماعی. هر اجتماعی یک ساختارهای خاص خودش رو داره. ما اینو تو شهرهای قدیمی هم میبینیم که شهر قدیمی هر کدومشون یه هویت داره. این ساختار اجتماعی روی تصمیم گیری که ما میکنیم تاثیر میذاره. ما ببینیم با این ساختارها چکلی باید کنار بیایم، شکلی از خوباش استفاده بکنیم، اون که به کار نمیاد شکلی متغیرش بکنیم. و بعد ساختار حقوقی و قانونیه. مثلا شما یک کار شرکت تازه میخواید تاسیس کنید، باید اینو ثبتش کنید. ثبت شرکت بر مبنای قانون‌های ثبت، اونم یه ساختاره. و ساختارهای صنعتی، هر صنعتی برای خودش یه سری ساختار داره. این ساختار رو باید دقیقاً بشناسید. اینجوری نیست که صنعت دارو و صنعت نرم افزار دو تا صنعت متفاوتن، دو تا ساختار به شدت متفاوت. اینجوری نیست که از این بشه به راحتی به اون منتقل شد. هر کدوم از اینها روابط خود خاص خودشون دارن. و الزاما ساختارهای دیگه‌ای که شما باید در نظر بگیرید، مربوط به با اون کسب و کاری که می‌خواید در نظر بگیرید، ساختارش چی هست و چه شکلی باید در اون چارچوب اون ساختار عمل کرد. آیا شما میتونید بعضی این ساختار رو متغیر کنید؟ این نکته کلیدیه. آدم خیلی موفق متوجه میشن که برای چیزایی که برای کسای دیگه ساختاره، برای اینا متغیر عوضش میکنن. ساختارا رو میشه به صورت یه دایره در نظر گرفت که شکل دایره‌ای دارن و میان اون سه تا بعد متغیرها رو به هم وصل میکنن. مثل درست یه صندلی است که سه تا پایه داره، اون حلقه زیرش اینها رو با هم وصل میکنن تا این حلقه ها از هم جدا نرند. مسئله بعدی ناشناخته هاست. ناشناخته ها رو چکلی میشه شناخت؟ خب میشه براتون فکر کرد. و به این ترتیب ما اومدیم و چون ناشناخته ها رو مثلا ما میگیم بعضی چیزا مثل شانس، بدشانسی، اتفاق، فاجعه، احساس، قضا و قدر، چیزایی مثل اینها به واقع جزء ناشناخته هاست. ابتدا ممکنه که ناشناخته باشه، همونطور که میره جلوتر شکل میگیره. در این حال نمیشه کنارش گذاشت، برای اینکه به هر وقت اتفاق میفته. حالا ممکنه ما ندانیم در موردش هست، ولی نمیتونیم انکار وجودیش بکنیم دیگه. همیشه در پس ذهنتون باید مسئله این که ناشناخته ها شکلی عمل خواهند کرد رو بدانیم و باهاش بریم جلوتر. و امکان داره که ببینیم که آها، میشه این ناشن اون قضیه که تا حالا ناشناخته بود واسه ساختار درش آورد، حتی میشه صورت متغیر درش آورد. این روابط رو باید بشناسیم. میتونید ناشناخته رو به عنوان
دایره در نظر بگیریم در وسط این قضیه که از توش شناخته ها میاد بیرون. اگر این ستا رو با هم جمع بکنید یه همچین مدلی بهتون خواهد داد، یعنی مدلی خواهد داد که شما یک مثل استپایه پایه هاش، یکیش روند نوآوریه، یکیش روندهای رشد سرمایه مالی، این ستا پایه از هم جدا ولی مرتبط با هم هستن. راحت ترینش اینه که از نوآوری شروع کنیم، بریم روندهای رشد و بریم به سرمایه مالی، ولی در این حال میتونیم از اون طرف شروع کنیم، از اون شروع کنیم که ببینیم چقدر پول داریم باهاش میشه چیکار کرد، تا این که ببینیم که بشینیم برنامه بنویسیم و نتیجه برسیم. یه پولی میخواد خیلی زیاد که ممکنه دست ما نرسه یا برسه، ولی باید بعد در نهایت به هم مرتبط بشه. افراد ممکنه توانایی مالی بشه متفاوت دارن، برنامه‌ای متفاوت اجرا خواهند کرد. ساختارا میاد دور این قرار میگیره و در مرکز ناشناخته ها قرار